دیدار و گفتگوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت با ریچارد چارنسکی نایب رئیس پارلمان اروپا و یوزو رادوش عضو کمیته خارجی پارلمان همبستگی نمایندگان پارلمان اروپا با مقاومت و قیام مردم ایران روز پنجشنبه 21 دی ماه آقای ریچارد چارنسکی نایب رئیس پارلمان اروپا و وزیر سابق امور اروپایی لهستان و آقای یوزو رادوش عضو کمیته خارجی پارلمان اروپا و وزیر دفاع سابق کرواسی با خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در اوبرسورواز دیدار و گفتگو کردند. نمایندگان پارلمان اروپا تاکید کردند ما در شرایطی که مردم ایران برای احقاق حقوق خود به پا خواستند به اینجا آمده ایم تا حمایت و همبستگی نمایندگان پارلمان اروپا را با مقاومت و قیام مردم ایران ابراز کنیم و از طریق شما به مردم ایران بگوییم که در مبارزتان علیه رژیم آخوندی در کنار شما هستیم. آقای چارنسکی نایب رئیس پارلمان اروپا با اشاره به حمایت مستمر خود از شورای ملی مقاومت ایران به عنوان آلترناتیو دموکراتیک دیکتاتوری آخوندی گفت تظاهرات اخیر یک بار دیگر خواست واقعی مردم ایران برای تغییر رژیم و استقرار یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین از دولت را که سالهاست توسط مقاومت ایران دنبال می شود به جهانیان نشان داد و اظهارات اخیر خامنه نیز گواه واضح دیگری از حمایت گسترده مردم ایران از مجاهدین در قیام و تظاهرات سراسری است. آقای رادوش عضو کمیته خارجی پارلمان اروپا نیز ضمن تاکید بر حمایت خود از مقاومت سازمان یافته و آلترناتیو دموکراتیک و خواستهای مردم در تظاهرات سراسری گفت مردم ایران به سراحت همه جناهای درونی رژیم را رد کرده و در جستجوی آزادی های بنیادین هستند. اروپا نباید چشمانش را بر وضعیت در ایران ببندد یا در مقابل اقدامات سرکوبگرانی رژیم و جنایات این رژیم در زندانها سکوت پیش کند. بلکه باید قویان خواستار آزادی سریع همه دستگیر شدگان شود. خانم رجوی ضمن قدردانی از همبستگی نمایندگان پارلمان اروپا با مقاومت و قیام مردم ایران و دفاع مستمر آنها از حقوق بنیادین ملت ایران برای نیل به آزادی و دموکراسی به دستگیری های گسترده و جنایت های سرکوبگرانه دیکتاتوری آخوندی در قبال قیام و تظاهرات مردم پرداخت و افزود در چنین شرایطی معامله و روابط دوستانه با این رژیم نقض پایهی ترین ارزش است که اتحادیه اروپا خود را مدافع آن می داند. و از نظر سیاسی نیز هر گونه سرمایه گذاری روی این رژیم رو به سقوط محتوم به شکست است. فریادهای میلیونها جوان و مردمی که در سراسر ایران به پا خواسته و خواستار آزادی و دموکراسی هستند، هیچ آینده برای این دیکتاتوری مذهبی و تروریستی باقی نگذاشته است. فاشیسم دینی هیچ گریزی از سرنگونی محتوم ندارد.